خیلی خوشحالم که باز نشستم با شما دارم صحبت میکنم. الان میشه گفت که میشه دیگه از سال دهه 50 تا حالا دیگه. بله. از فیلم غزل دیگه ما با هم نشستیم. بله. در هتل آرش رایتون سابق. بله. که الان شده هما، ما هم گپ زدیم اینا. یادش بخیر غزل. بله. مثلا وقتی با شما حرف میزنم تو یک مصاحبه ای، شما رو همیشه همون منتقد تیز و خیلی جدول منظم داری برای فیلم ها، برای آدم ها، و خیلی کامل نگاه میکنی جامعه و هنر. خواهش میکنم. یادش بخیر من اومدم خونه تون ادامه مصاحبه کردیم. از هتل اومدیم خونه و از تابستونم بود. بله. یه سکنجمی خیار خوردیم ما هم. یادش بخیر. سال اون سال در واقع غزل یادش بخیر. قبل از اینکه به فیلم بپردازم از یک خاطره شروع میکنم. متروپول، چی از متروپول تو ذهنت باقی مونده؟ چه فیلمی از مترو سینما متروپول لاله‌زار، اول لاله‌زار نو؟ بله. آره، روبروی دکه پانروژ گالستیان اگه اشتباه نکنم دیگه. تو روبروی سینمای متروپول یه کافه بود که چند تا پله میخورد میرفت پایین، و اونجا خب خیلی از قدیمی ها، شاعر ها و اینها. اسم کافه یادته؟ نه متاسفانه یادم نیست. آره. روبروش بود یا با هم؟ روبروی کم بالاتر. بله، که الان یعنی رفتم دیدم اونجا رو، من خیلی گشتم. میان فیلم برداری که بود، چون متروپول میدونی که طبقه دومش استدیوی پارس فیلم بوده. بله. و بله. یعنی بله، یعنی شروع پارس فیلم با طبقه دوم. بله. متروپول بود، یعنی تاریخ سینما اونجا. بله. فکر اضافه کردن متروپول که اول تو قصت نبود. نه. قصت که نه. نه اول شد متروپول اضافه شد به قصت. بله. از اینجا شروع. بله. من دنبال یه باشگاه بیلیارد بودم که حالا یا اون تبدیلی به سینما میشد یا نمیشد، بستگی به استعداد اون سالن و باشگاه داشت. تا اینکه خانم پاکروان اومد گفت که صاحب سینمای متروپول تهرانه و ما میتونیم اجازهش رو بگیریم. ما اونجا رفتیم دیدیم، من دیدم که سینما هنوز زنده است ولی خاک گرفته. یعنی صندلی ها هست، ویترینا هست، حتی چراغ تو ویترینا هنوز روشن بود، و اون بوفه ای که نوشته میشه توی، یعنی بوفه نوشته بود، هنوز اون بود روشن میشد. و دیدم خب خیلی خوبه که ما این اتفاق بیفته که اینجا رو بکنیمش باشگاه. غمگین نشدی وقتی رفتی وارد سالن؟ بسیار بسیار. من دو بار تو این سینما ها که رفتم خیلی غمگین شدم و گریستم. یکی سینما رکس بود و که اصلا پر از خاطرات بود، و سینما متروپول. خیلی متاسفم. وقتی دیدی سالن رو احساس کردی که حالا میتونی سالن سینما رو تبدیل به باشگاه بیلیارد کنی؟ بله. سینما رو اضافه کنی؟ بله بله، سینما بود. و بعد خود سینما متروپول اصلا این انگیزه رو داد، جلوتر از من راه افتاد. یعنی به تو فکر داد که حالا بله، این اضافه بشه؟ بله بله، البته پر از فکر بود خود سینما. بله بله، حتی فرضاً میشد که فیلم هم نشون داد توش، یعنی هنوز آماده بود، آپارات ها خاک خورده بودن. و خیلی دلم میخواست یه فیلم اون سال نشون میدادی. بله. از کنار خیلی پوسترها رد شدی. بله. پوسترها مال خودت مسی. بله، پوسترها رو آقایی که از رفیقای خوب منه به نام اکبر آسیا، بله اکبر عزیزم، اون هر وقت من چیزای قدیمی بخوام میده. اون ساعت هاینون هم از اون گرفتی؟ بله بله. ساعت هاینون. بله بله. بله، چون پوستر بله. هاینون هم. بله بله. ساعت هاینون هم. بله بله. یعنی همه چیز سینما در پس زمینه هست. هست بله. اینو از فکر متروپول گرفتی گذاشتی تو پس زمینه؟ بله. یک بله. اتفاق. بله. یه ماجرا. بله، یعنی به داستان. ماجرا اصلی چی رو شکل گرفت تو ذهنت؟ ماجرای دخ زنی که حالا این. بله، آقای منجزی یک سناریویی داشت که من حد این هجومی که به یک زن میشه و میاد در حالا یک جایی که اون موقع سینما متروپول نبود توی داستانش، میاد اونجا و اونجا به اصطلاح درگیر میشه و احتیاج به مراقبت داره که تا صبح نگهش دارن. این نگه داشتن یک زنی که
اصلا معلوم نبود که این خلاف کرده یا نه. خیلی انسانی نگاه میشد. من اینطور نگاه کردم. از این ایده خوشت اومد. بله. از این فکر که داخل سینما خوشت. بله. بله که این رو کار کردم و بقیه‌اش رو نوشتم. این دو تا قهرمان بودن توی اون قصه اولی یا نه دو تا قهرمان به شکل دیگه بودن؟ به شکل دیگه بودن. بله، به شکل دیگه بودن. اولین فیلم از توی که قهرمان‌ها دیگه شکل قهرمانه قدیم خودتو ندارن. بله. و قهرمان‌ها با زمان جدید تطبیق پیدا کردن. بله بله. این فکر از اول بود تو ذهنت؟ بله. ببینید یک تو بیرون من احساس حالا احساس میکنم که همیشه تو فیلمام بوده. این تو بیرون یعنی بیرونی که فرضاً آدم‌ها زندگی میکنن، تو اونجایی است که من فکر میکنم، یعنی مال من میشه. و از وارد سینما میشیم برای من یه ارج دیگه ای داشت و همه رو بله بله حتی دادم اون شیشه رو ساختن، اون شیشه ای بله شیشه ای که جدا میکنه خیابون رو از سینما، غریبه تو نیاد، نامحرم تو نیاد. با عکس العمل آخر و دعوای آخر رو هم عمدن از تو شیشه نشون دادی؟ بله بله، که باز همون وارد این آه. اون تو و بیرون حفظ آه. بشه، یعنی اگر اون زده خورد هست زده خورد هم نبینیم شکل سینمایی. بله بله، حتی فرضاً از اون پله های سینما اینا بیرون نمیرن، اگر هم نگاهشون میکنیم از اون بریدگی شیشه نگاهشون میکنیم. آه. یعنی دوربین باز تو میمونه. یا مثلا وقتی که خاتون بعد از تصادف ماشین فاصله ای که توی بارون میاد زمین میخوره تا میرسه به یه چراغی که روشنه که سینماست، یک چراغ روشنه تا به اونجا میرسه. نئون متروپول بود؟ درستش کرد؟ نه اون رو درستش کرد. بله بله، یه نئون دیگه داره، یه شکل دیگه بود. وقتی به اونجا میرسه یکم طولانیه. این برای من این بود که از اینی که از اون بیرون جدا بشه تا برسه به سینما، یعنی برسه به اون جایی که برای من خیلی پاک و اصلا جای دیگری است، این یه آیین داره که برسه به اونجا، یه خود سختی داره رسیدنش. بله بله، آدم آدم زخمی داره. زخمیه. بله آره. یه آدم زخمی رو تو هیچ وقت رها نمی‌کنه. نه بله، تو همه فیلمای آدم زخمی. بله بله، فقط این بار یک زنه که زخمی. بله، اون زخم منو رها نمی‌کنه. بله اون زخمه. بله اون زخم. ببینید اینا بخشی از فیلم رو من گرفته بودم که خاتون پیر شروع فیلم که یک پیر زنیست و یه پسری داره که اون پسر توی این به اصطلاح مسابقات فیزیک و شیمی و این حرفا خیلی بله بله خیلی موفقه. این همون پسر خاتونه که قرار هست که شوهرش آقای ماندگاری براش پول بذاره که این بره دانشگاه و اون مادر پاش میسته و میگه که من یک شب بود که فقط احساس امنیت کردم، راحت بودم، دو نفر من رو نگهداری کردن. و آخر فیلم ادامه مصاحبه است که تو سوالش ازش سوال میشه که اونا چی شدن اون دو نفر. میگه خیلی عقبشون گشتم، پیداشون دیگه نکردم، اصلا مثل که رفتن دیگه نیستن. بله اینو در آوردم. پیشنهاد مونتور بود که در بیاد؟ نه نه، دلایلی داشت. بله دلایلی داشت. یکی این که فیلم از این سینما بودن در می اومد، یعنی وارد زندگی خیلی آره. بیرونی می شد خیلی. بله یه چیزی لو می رفت که نباید لو. بله بله بله، حیف بود. باید حیف بود که بله. لو نمی رفت تا انتها، ابتدا لو می رفت که نباید لو می رفت. بله هیچ سوالش باید می موند تا تای قضیه. انتخاب مرد انتخاب اولت بود؟ انتخاب اول خانم لیلا حاتمی بود. بله که ایشون در پاریس بودن، ولی آنچنان فاصله ای نبود میونه این دو تا انتخاب.
برای اینکه من با خانم افشار کار کرده بودم قبلا. آره با فیلم رئیس بودم. بله بله کار کرده بودم و یک دو تا فیلم آخری ازشون دیدم که بازیگر خوبی شده. خیلی بله بازیگر است و تو این فیلم به عقیده من درخشانه. چی بهش گفتی که این نقش رو این چجوری باش بازی گرفتن تو خیلی مهمه، همه دوستان فیلمات بازی کنن، این بازی گرفتن از مهناز با چه حس حالی شروع شد؟ بله. چه دیالوگی شروع شد؟ و اینا رو از بازیگره بپرسیم. بله یه خود پنهانه. آره آره نمیخوام. یه خود پنهانه. بله خب یک بازی دیگه هیچ وقت داد نمیزنم، هیچ وقت بلند حرف نمیزنم. اگر قرار هست با بازیگر چیزی رو بگم خیلی آروم در گوشش میگم. از اول اینطوری بودم. با فردین من میتونی کار کنی. بله. بله. گوشش میگم. خدا رحمتش کنه. خدا رحمتش. بله. بله من اولین صحنه غزل افتاد زمین. مسکین. بله. 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 اولین پلانی که ازش میگرفتیم یه لانگ شات بود، بعد از روی چوبی که حالا جای پل بود رد میشد خورد زمین. خیلی یعنی خیلی خوب رفتار کرد. خب یه دفعه قرار فیلم هنری بازی کنم. بله اولش خوردم زمین. پولاد بسیار پخته تر از همه بازی هاشه. بله. همه فیلم هایی که با تو کار کرده. بله. و با دیگران هم کار کرده. بله. و یه خورده چیزش کردی، پیرترش کردی. بله بله. مسنترش کردی. بله من دوچار مشکلم با یعنی از تعریف کردن پولاد از خودش دوچار مشکل هستم به دلیل اینکه بله هر آنچه بگم پسرمه. ولی پولاد بازیگر خیلی خوبیه و شاید هم خیلی ملاحظه منو کرده بود کم کار کرده و تو همه فیلمی نرفته. ولی خیلی رول ساده بدون اکتی رو بره. خیلی عالی داره بده چون اکت رول خیلی زیاد نیست. یعنی رولایی نیست که اکت زیادی داره. نخیر نخیر رول ساده بیشتر حرف میزنه میشینه سیگار میکشه. بله خیلی خوب سیگار میکشه. خب باید سیگار کشیدن تو سینما خیلی سخته. من اینو گفتم برای اینکه همه یه جور مصنوعی سیگار میکشن، مصنوعی بیلیارد بازی میکنن، ولی این خیلی طبیعی همه کار انجام میدن. اینو چیکارش کنیم؟ کار دستمون نده. زن پیش پا افتاده ای هم نیست. به نظرم راست میگی. اما هنوز چیزی ازش نمیدونیم. نگفتیم. اما اینجورام نیست دیگه که یه زن تو خونش خف کنه. اونم یه داف شاخو. فروتن هم باز فروتن دیده ایه. فروتن هم خیلی خوبه. فروتن به عقیده من خیلی خوبه. اون آدم آرامی که تو هرچی بگه باور میکنی. یعنی آرامشی توش هست که هیچ وقت دروغ نمیگه. بله بله پیداست. نه اینو در آورده.